در کجا و چگونه خودمون رو تبلیغ کنیم. پس خوب دقت کنید، مهمتری و سختری بخشش همین تبلیغ کردن، اینکه من مشتری داشته باشم، اینکه چجوری با مشتری صحبت کنم، مذاکره کنم، محصول بدم، اینا همه راحته. یعنی گفتم اگر 10 تا مشتری باشه من بتونم یکی پول کنم، یاد بگیرم 10 تا رو بکنم 20 تا، تا اینکه 10 تا رو بکنم 2 تا مشتری بهتره. یعنی حجم مشتری رو بیشتر کنم بهتر از اینکه کیفیت کارم بخوام بالا ببرم. کیفیت رو هر وقت دلم بخواد میتونم بالا ببرم، میتونم یاد بگیرم که چگونه میتونم 10 تا مشتری 5 تاشو پول کنم. اما اینکه بتونم 10 تا مشتری رو کنم 20 تا مشتری جدید، 30 تا مشتری جدید، کار مهمتریه که شما باید در اولویت خودتون بذارید. خب تبلیغ کنیم. دو تا روش تبلیغات ما داریم، یکیش سایت، یکیش شبکه‌های اجتماعی. و شما میدونید که آرا برای هر کسی که بخواد تبلیغات کنه تو همین فضای اینترنت داره تبلیغ میکنه. چرا؟ دلیل چیه؟ چون روش ارزونیه، مشتری‌های بیشتری توش هستن. همین الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم، یه محصول نام ببریم، یه محصول بگیم چرم، همین الانی که داریم صحبت میکنیم تو همین ثانیه ایده تو اینترنت به دنبال چرم میگردن. قبول دارید؟ همین الان تو این ثانیه هر محصولی که نام ببرید، همین الان تو همین لحظه ایده تو اینترنت دارن در تو محصول تحقیق میکنن، سرچ میکنن تا بخرن. پس باید تو اینترنت باشی وقتی چنین ظرفیتی براش وجود داره. خب اینترنت کجاست؟ دو بخشش میکنیم، یه بخش سایت، ایده میرن در گوگل سرچ میکنن، ایده میان تو شبکه‌های اجتماعی سرچ میکنن. پس باید این دو تا ابزار رو داشته باشیم. تو بحث سایت ها، یکیش سایت های برندینگ، دقیقا شبیه اون چیزی که مشتری های ما دارن، میتونیم برای خودمون تو طرح هواداری داشته باشیم. خیلی ها از آراد میپرسن چجوری آراد این هم مشتری به دست میاره؟ ما اون روشی که به شما یاد دادیم، به شما گفتیم 5 تا سایت، 10 تا سایت، 20 تا سایت، به خودمون گفتیم چند سایت؟ 1000 تا سایت. آراد برای خودش 1000 تا سایت برندینگی داره. تک تک سایت های برندینگیش داره برای اینها مشتری میاره. پس این نسخه که ما برای شما بیجیدیم با 5 تا 10 تا، برای خودمون بیجیدیم با 1000 تا. 1000 سایت ما داریم که دارن برای ما مشتری میارن. پس یه قسمتش سایت های برندینگ، یه قسمتش سایت های ویترینیه، یه قسمتش سایت های درج آگهیه که درج آگهی ها خودشون دو مدلن، بعضی از اونها رایگان هم، بعضی از اونها از شما پول میگیرن. پولی ها را شما باید زمانی اقدام کنید که بلد باشید چگونه حالا که مشتری اومد ازش پول بگیرن. پس این هم یه نسخه خیلی خوبه. سایت های درج آگهی رایگان برای همه تون توصیه میشه که برید تبلیغ کنید و مشتری به دست بیارید. اما پولی ها رو چه زمانی اقدام میکنم؟ زمانی که یاد گرفتم 10 تا مشتری حداقل 5 تاشو پول کنم، دارم 500000 تومان 1 میلیون به این سایت میدم که برام تبلیغ کنه. اگه 100 تا مشتری اومد یاد بگیرم 50 تاشو پول کنم. اگر به چنین تخصصی رسیدید به شما میگم برید پول بدید، هم تو سایت ها هم تو شبکه اجتماعی ها. الان مثلا کانال های خیلی قدرتمندی داریم، مثل چی؟ خبر فوری، کانال فلان 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 فلان، اینا برای اینکه شما بخواید یه تبلیغ توش بذاری حداقل 1 میلیون تومان از شما میگیرن. حالا مدل‌های مختلف داره، مثلا خبر فوری 1 میلیون به بالا میگیره. خب سوال، من اگر تو خبر فوری تبلیغ کنم 1 میلیون بدم، چند تا مشتری میده؟ 100 تا مشتری میده. سوال، از 100 تا چند تاشو پول میکنم؟ به شما بسته داره. بلد باشی 50 تاشو پول میکنه، 60 تا پول میکنه، 70 تا پول میکنه. بلد نباشی یه دونه هم پول نمیکنه، 1 میلیون فقط چی میسوزه. تو طرح هواداری حاشیه سوداش گفتم درست قبلا خیلی خوبه، خیلی عددها بالاست. یعنی شما از این 1 میلیونی که خرج کردی یه معامله هم بزنی، این یه معامله پول 1 میلیون شما رو حداقل برمیگردونه. خب شیپور و دیوار هم گزینه یه که ما میتونیم برای تبلیغاتمون تو طرح هواداری استفاده کنیم و گزینه مفیدیه. اما شبکه‌های اجتماعی نیاز نیست رو همش کار کنید. تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک و لینکدین، این چهار تا رو به شما توصیه میکنم کار کنید. اما اگر واقعا میخواید وقت بذارید، آپارات و یوتیوب هم گزینه‌های خیلی خوبی هستند که میتونید ازش استفاده کنید. مشتری هایی که از مسیر آپارات و یوتیوب میان سراغ شما، حجم پول بیشتری به شما میدن و مشتری های ریل تری هم هستن تا به نسبت مشتری هایی که از دیوار و شیپور میان. پس چی شد؟ یعنی اگر در آپارات و یوتیوب هم شما تبلیغ کنید، مشتری های بهتر و
ریل تری به شما میدن. تبلیغات خوبیش اینه که ماندگاره. ببینید تبلیغاتش رو مداومه. یه تبلیغ نام ببرید که 20 سال تلویزیون داره نشونش میده. کی تو؟ میهن. قلمچی، میهن، باج، سهر، پرژک. نباید اینها همشون اول روغن ها اویده و از روغن لادن و فلان و فلان اینا همشون دارن تبلیغات مداوم انجام میدن. تبلیغات زمانی تأثیر میذاره که ماندگار باشه، بمونه. هر وقت قطع شد فاتح اون کسب و کار هم خونده است، اینطور نیست که مداوم برای شما مشتری بیاره. پس خیلی موضوع هم باید بفهمی به اهمیت داره که سرد نشین بگم آقا یه بار تبلیغ کردم و پس بسته جواب نداد. نه، باید مداوم شما تبلیغ کنید تا نتیجه خودشون نشون بده.